حضرت ابو جعفر محمد ابن علی علیه السلام ملقب به باقر و باقرالعلوم فرزند امام سجاد علیه السلام پنجمین پیشوای مسلمانان و یکی از 14 معصومی باشد. تاریخ ولادت آن حضرت در اول ماه رجب سال 57 هجری قمری است. با هم گزارش هورا عبدالمجید را ببینیم. امام محمد باقر علیه السلام پنجمین پیشوای مسلمانان در اول ماه رجب سال 57 هجری قمری 4 سال پیش از واقعه کربلا به دنیا آمدند و همراه پدر بزرگوارشان امام سجاد علیه السلام در این واقعه جانسوز حضور داشتند. مادر گرامی آن حضرت ام عبدالله دختر امام حسن مجتبی علیه السلام است و از این جهت نخستین کسی بودند که هم از نظر پدر و هم از نظر مادر فاطمی و علوی بودند و چون نسب شریف امام محمد باقر علیه السلام هم از پدر و هم از مادر به امیرالمؤمنین علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها میرسد، به ایشان علوی بین علویین و فاطمی بین فاطمیین گفته می شود. القاب شریف ایشان عبارتند از باقر، شاکر و هادی که مشهورترین آنها باقر است. درباره اینکه چگونه آن حضرت بدین لقب مشهور شدند باید گفت که رسول اکرم صلی الله علیه و آله ایشان را بدان لقب ملقب فرمودند. جابر ابن عبدالله انصاری می گوید که پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله به من فرمودند: ای جابر، امید است که تو در دنیا بمانی تا ملاقات کنی فرزندی از اولاد حسین را که او را محمد می نامند. و در ادامه فرمودند: یبقر علم الدین بقرا، او می شکافت علم دین را شکافتنی، پس هرگاه او را ملاقات کردی سلام مرا به او برسان. زندگی امام محمد باقر مصادف با حکومت 10 تن از خلفای اموی به نامهای معاویه، یزید ابن معاویه، معاویت ابن یزید، مروان ابن حکم، عبدالملک ابن مروان، ولید ابن عبدالملک، سلیمان ابن عبدالملک، عمر ابن عبدالعزیز، یزید ابن عبدالملک و هشام ابن عبدالملک بود. دوران حکومت عمر ابن عبدالعزیز که دوران برداشته شدن فشارها از روی شیعیان و بازگرداندن فدک به اهل بیت بود، در واقع زمان شروع جدی تدریس امام محمد باقر و مکتوب شدن احادیث به حساب می آید. آن امام همام پس از شهادت پدر ارجمندشان امام زین العابدین علیه السلام در سال 95 قمری به مقام ولایت و امامت شیعیان نائل شدند و پیروان اهل بیت علیه السلام را در آن دریای مواج سیاسی و نظامی عصر خیش و هرج و مرج‌های آخر حکومت امویان به نیکی هدایت و رهبری کردند. امام محمد باقر علیه السلام در علم، زهد، عظمت و فضیلت سرآمد بنی هاشم بودند و احادیث فراوانی در زمینه‌های مختلفی همچون فقه، توحید، سنت نبوی، قرآن و اخلاق از ایشان نقل شده است، تا جایی که محمد ابن مسلم 30,000 حدیث و جابر ابن یزید جعفی 70,000 حدیث از امام محمد باقر علیه السلام نقل کردند. آن امام بزرگوار جنبشی علمی پدید آوردند که در دوره امامت فرزندشان امام صادق علیه السلام به اوج خود رسید. شمار اصحاب و شاگردان ایشان را 462 تن دانستند و در دوره امامت آن امام معصوم تدوین دیدگاه‌های شیعه در رشته‌های گوناگون مانند اخلاق، فقه، کلام و تفسیر آغاز شد. پیشوای پنجم مسلمانان شاگردان برجسته‌ای در زمینه‌های علوم اسلامی تربیت کردند که هر کدام وزنه علمی بزرگی به شما می‌رفتند. برخی از ایشان عبارتند از محمد ابن مسلم، زرارت ابن اعیون، ابو بصیر، برید ابن معاویه عجلی و هشام ابن سالم. شاگردان مکتب امام محمد باقر علیه السلام سرآمد فقها و محدثان زمان بودند و در میدان رقابت علمی بر فقها و قضات غیر شیعی برتری داشتند. کتاب‌های متعددی درباره امام محمد باقر علیه السلام منتشر شده که مسند الامام الباقر اثر عزیزالله عطاردی از جمله آنهاست.
امام محمد باقر در سال 114 هجری قمری در مدینه به شهادت رسیدند و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شدند. علت شهادت ایشان را مسمومیت به دستور هشام ابن عبدالملک می دادند. هورا عبدالمجید اخبارشیه.